یافته‌های گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی درباره شیوع کرونا. ویروس هفته‌ها زودتر از اعلام رسمی به ایران رسیده بود. 5 سال پس از توافق هسته‌ای، شبح جنگ به منطقه بازگشته. آیا برجام نیمه جان ممکن است دوباره زنده شود؟ قیمت‌ها در این 8 سال به طور متوسط 5 برابر شده. و برجام چه تأثیری بر شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران داشته است؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در ایران علاوه بر خیز دوباره مرگ و میر کرونا، نگرانی از به تنگ آمدن مردم و اعتراض‌های خیابانی بالا گرفته. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید که اگر دولت برای کنترل بیماری اقتصاد را تعطیل کند، مردم از گرسنگی و بیکاری به خیابان خواهند ریخت. در میان این دو سنگ آسیاب چه میتوان کرد؟ در این میان تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که کرونا بسیار زودتر از آنچه مقام‌های رسمی اعلام کردند در ایران فراگیر شده بود. ردیابی ویروس و زمان وارد شدن آن برای برنامه‌ریزان و کارشناسان بهداشتی کلیدی است. نازنین معتمدی در گزارشی که با همکاری دکتر محمود ابراهیمی تهیه کرده، به دنبال پاسخ این پرسش رفته که زمان دقیق رخنه کرونا به ایران کی بوده. کرونا کی به ایران رسید؟ کی شیوع پیدا کرد؟ واقعا کرونا 30 بهمن وارد ایران شد یا هفته ها یا حتی ماه ها زودتر؟ اصلا امکانش بود که بشه این همه گیری رو کنترل کرد؟ این ویروس هم مثل هر مجرمی از خودش ردی به جا میذاره، فرمول ژنتیکیش رو. ما صحنه جرم رو بررسی کردیم، سرنخ‌های علمی رو از مؤسسه‌های معتبر تحقیقاتی دنیا دنبال کردیم و پرونده کرونا رو در ایران بازخونی کردیم. بازخونی علمی پرونده با روایت رسمی ایران فاصله زیادی داره. ولی چقدر؟ چه درسی میشه ازش گرفت؟ بیست دی ووهان چین. مؤسسه ویروس شناسی ووهان اثر انگشت این ویروس رو روی اینترنت منتشر کرد. اما این کار که تو دنیای پزشکی سخاوتمندی بزرگیه، کار دستشون داد. دولت چین بلافاصله مؤسسه رو بست. اواسط بهمن ماه پژوهشگران مؤسسه نکس استرین با استفاده از همین اثر انگشت رد ویروس رو در داخل ایران میگیرند. اونا به نقطه غیر عادی برمیخورند. ما متوجه نمونه‌ای شدیم که ژنومشان و حتی جهش‌هایشان تقریبا مثل هم بود، ولی نمونه ها از 8 کشور مختلف بود: استرالیا، نیوزیلند، آلمان، بریتانیا، آمریکا، هلند، چین و ایران. خیلی عجیب بود، چون این افراد به جز شباهت ژنتیکی ویروس‌هایشان هیچ نقطه اشتراکی دیگری نداشتند. بعد فهمیدیم که بعضی از نمونه‌ها از کسانی گرفته شده بود که تازه به ایران سفر کرده بودند. بعد 3 ژنوم از خود ایران به دستمون رسید. از مقایسه اینها با آنهایی که سابقه سفر به ایران را داشتند، به نقطه بسیار جالبی رسیدیم. منشأ تمام این نمونه‌ها یکسان بود که نشان می‌داد ویروسی که در ایران در گردش است احتمالاً یک منشأ اولیه داشته و بعد به سرعت در تمام کشور پخش شده. دکتر هارتکرافت، آیا اطلاعاتی که شما دارید نشون میده که ویروس دقیقاً کی وارد ایران شده؟ ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بود. برای همین وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. میشه با اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوائل تا نیمه بهمن در ایران خوب پخش شده بود. برای ساده تر کردن محاسباتمون، وسط این بازه زمانی، یعنی 8 بهمن رو میگیریم روزی که تقریبا متخصص ها مطمئنن که ویروس تو کل کشور به خوبی پخش شده. اما به خوبی پخش شده از نظر علمی دقیقاً یعنی چی؟ متخصصا میگن وقتی از هر 1000 نفر 1 نفر مبتلا بشه، تقریبا میشه گفت بیماری در کشور پخش شده.
در ایران که جمعیتش حدود 80 میلیون نفره، وقتی میگن کرونا حدود 8 بهمن به خوبی پخش شده، یعنی تو این تاریخ 80 هزار نفر کرونا داشتند. متخصصای همگیر شناسی میگن به طور میانگین در اون دوره هر 2.5 روز یک بار تعداد مبتلایان دو برابر میشده. اپیدمیولوژیست ها بعد از انجام یه سری محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیدن که 40 روز زمان لازمه از وقتی ویروس وارد ایران شده تا وقتی که ویروس در کشور به خوبی پخش شده. حدوداً 8 بهمن ویروس در کشور پخش شده. پس 40 روز قبلش، یعنی 29 آذر یا دست کم ابتدای دی، ویروس وارد ایران شده. دولت ایران 30 بهمن اعلام کرد که ویروس وارد کشور شده. الان دانشمندا از روی فرمول‌های ژنتیکی ویروس مشخص کردن اولین فردی که در ووهان چین کرونا گرفته 10 آذر مبتلا شده بوده. ماهان قفاری و همکاراش در دانشگاه آکسفورد تحقیق مشابهی کردند. اونا با بررسی حدود 20 فرمول ژنتیکی که یا در ایران بودن یا سابقه سفر به ایران داشتند، تایید کردند که احتمالاً 25 دی ویروس در کشور پخش شده بوده که بر اساس محاسبات بالا باز هم زمان ورود ویروس به ایران به آذر ماه برمی‌گرده. اما ویروس کرونا چطور اینقدر سریع از قم سر در آورد؟ دکتر مینو مهرز معتقده در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. چین پروژه‌های مختلفی را در قم اجرا می‌کند. نیروگاه خورشیدی، مونوریل قم و قطار پرسرعت تهران قم اصفهان. ولی فقط کارگرای چینی نبودن که میتونستن ناقل بیماری باشن. 700 طلبه چینی هم تو قم درس میخونن. 3000 دانشجوی ایرانی هم در چین بودن که خیلی هاشون امکان رفت آمد به ایران رو داشتند. حداقل تا 12 بهمن روزانه 1000 مسافر از چین وارد ایران میشدن. این آمار فقط مربوط به مرز هواییه. وزارت بهداشت معتقد بود اینکه روزی 1000 مسافر چینی رو در ایران قرنطینه کنن منطقی نیست. در هیچ جای دنیا هم اینطور نیست. تحقیقات بی بی سی نشون داده بود که ماهان ایر تنها خط هوایی بود که از 11 بهمن 98 تا اوایل اردیبهشت 99 هنوز به چین و از چین پرواز داشت. مقامای ایرانی میدونستن که ویروس دیماه تو کشور پخش شده بوده؟ انتشار 3 نامه اداری بین مقامهای ایران این تردید رو تقویت میکنه که دولت زودتر از اونچه اعلام کردن از حضور ویروس خبر داشته. دوازده بهمن شروع دهه فجر تصویر نامه‌ای در اینترنت منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی قم گفته بود غیر از رئیس دانشگاه هیچ کس حق مصاحبه در مورد کرونا رو نداره. این نامه بلافاصله تکذیب شد. 23 بهمن نامه‌ای که ظاهراً وزارت بهداشت با آقای روحانی فرستاده. مبنی بر اینکه 35 نفر در این مدت مبتلا به کرونا شدند و 4 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این نامه هم بلافاصله تکذیب شد. 28 بهمن نامه‌ای در اینترنت دست به دست شد ظاهراً از وزیر کشور به وزیر بهداشت که تا بعد از انتخابات مجلس، یعنی 4 روز بعد، در مورد آمار مبتلایان و درگذشتگان اطلاع رسانی نکنید. این نامه هم تکذیب شد. همین روزها بود که ویدیوی دکتر محمد مولایی کنار برادرش در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او خبر داد که برادرش 27 بهمن به علت کرونا درگذشته و این هم تکذیبیه تلویزیون ایران. حالا معلوم شده که این بیمار اصلا کرونا نداشته و فیلم قدیمیه. بالاخره در 30 بهمن حضور کرونا در ایران اعلام شد. ایران پیش بینی میشد. بله. خب تو کشور ما ورود پیدا کرده. البته فعلا ما دو موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده. تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رأی ژنتیک.
اما آژیر خطر برای سیستم بهداشتی ایران از پاییز به صدا در آمده بود. آمار آنفولانزای فصلی ناگهان 5 برابر شده بود. در پاییز 98 9500 نفر بیشتر از 5 سال قبل مرده بودند. این آمار تکان دهنده بود و میبایست رصدخانه وزارت بهداشت رو به لرزه در می آورد. اونا باید احتمال میدادند که شاید علت این همه مرگ و میر اضافه چیزی به غیر از آنفولانزای فصلیه. البته خیلی از کشورهای دیگه مثل ایران در این مرحله رد شدند و نمره قبولی نگرفتند. اما کارهای دیگه ای هم بود که ایران قطعاً میتونست بکنه. از 17 دی که علائم و جزئیات بیماری معلوم شده بود، حداقل میتونستن مدام در مورد روش‌های پیشگیری اطلاع رسانی کنند. میتونستن ورود و خروج پروازهای چین رو ممنوع کنند. میتونستن تجمع‌ها رو کنترل کنن و مدارس و اماکن مذهبی رو زودتر ببندند. مسجدها، حرم‌ها و امامزاده‌ها تا 25 اسفند تو ایران باز بودند. متخصصا میگن اگر نظام بهداشت و درمان از دیماه خودش رو آماده میکرد، تعداد کشته شدگان در ایران به مراتب کمتر میشد. از وقتی نشانه های بیماری در ایران دیده شد تا وقتی دولت رسما اعلام کرد، سالگرد 9 دی برگزار شد. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی 4 روز پشت سر هم در تهران، بعد قم و بعد کرمان با جمعیتی بسیار فشرده برگزار شد. از 19 دی تا 20 بهمن ایام فاطمیه بود که مراسم مذهبی زیادی در اماکن سربسته برگزار شدند. و بعد این اتفاق، سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و به دنبالش تجمعات اعتراضی. مراسم 22 بهمن در شهرهای مختلف و در نهایت انتخابات مجلس در 2 اسفند بدون رعایت فاصله اجتماعی. همه این مراسم محیط‌های بسیار مناسبی برای پخش ویروس بودند. فقط ایران هم نیست. الان خیلی از کشورها با ردیابی ژنوم ویروس فهمیدند که پای کرونا روزها قبل از اعلام رسمی به کشورشون باز شده. شکی نیست که دولت ایران در دی و بهمن دیر جنبید. شاید به خاطر منافع سیاسی اهمال کاری شده. حالا هم بحث اقتصادی گاهی اجازه اجرای درست کار رو نمیده. از موج اول کرونا درس هایی گرفتیم به قیمت جان هزاران مادر، پدر، فرزند، برادر و خواهر. حالا که دوباره ویروس به صحنه جرم برگشته و قربانی میگیره، هم سیاستمداران هم تک تک شهروندان اگه از اون درس ها استفاده نکنیم، فقط مادرها، پدرها، برادران و خواهران بیشتری رو از دست میدیم. نازنین معتمدی، بی بی سی. منطقه‌ای که به انبار بارود تشبیه شده شاهد بازی با آتش است. در 5مین سالگرد توافقی بین‌المللی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران، امضا کنندگان برجام 5 سال پیش امید داشتند که این توافق سایه جنگ را از ایران و حتی خاورمیانه دور کند. اما انفجار در تأسیسات نظامی حجیر و سایت هسته‌ای نطنز تازه‌ترین حلقه‌های زنجیره‌ای از حوادث هستند که آرامش را از منطقه زدوده. قبل از آن هم ترور قاسم سلیمانی و حمله ایران به پایگاهی آمریکایی در عراق تنش را به اوج رسانده بود. آغاز این تغییر مسیر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بود که فضا را دگرگون کرد. حالا اقتصاد ایران به شدت تحت فشار است. شبح جنگ بازگشته و دوام آنچه از این توافق باقی مانده هم به تار موی بسته است. جزئیات بیشتر از کسری ناجی. 5 سال از آن روز می‌گذرد. روزی که ایران و 6 قدرت جهانی در آخرین دور مذاکراتشان بعد از 17 روز و شب گفتگوهای فشرده و طولانی به توافقی رسیدند که خطر جنگ را از ایران و منطقه دور کرد و به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیت جهانی خاتمه داد.
امروز اما این توافق با خروج آمریکا از آن آخرین نفسهایش را میکشد، به خصوص بعد از تازه‌ترین تهدیدهای آمریکا. قطعنامه‌ای که به شورای امنیت تسلیم خواهیم کرد، تحریم‌های تسلیحات متعارف را علیه بزرگترین کشور حامی تروریسم تمدید خواهد کرد. هدف این است که برای تصویب این قطعنامه با شورای امنیت همکاری کنیم. اما اگر شورا این قطعنامه را تصویب نکند، به دنیا یادآوری می‌کنم دولت اوباما قبلاً اعلام کرده بود که آمریکا این حق را دارد که هر زمانی تحریم‌ها علیه ایران را به سرعت برگرداند. آمریکایی که خودش بیش از 2 سال پیش از توافق هسته‌ای خارج شد و به گفته ایران و سایر طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای نمی‌تواند از مزایای آن برخوردار باشد. این رابرت آینهورن، یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده آمریکا. دولت ترامپ استدلال می‌کند که از شرکت کنندگان اصلی توافق و قطعنامه بوده و بر این اساس حق دارد علی‌رغم خروجش از توافق هسته‌ای تحریم‌ها را یک جانبه برگرداند. شاید هم از نظر حقوقی درست بگوید، اما چنین کاری از دید من از نظر سیاسی اشتباه بزرگی است، چون روسیه و چین گفتند که با آن مخالفت خواهند کرد. شاید هم سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با آن مخالفت کنند. اما شورای امنیت اینجا در جلسه 2 هفته پیشش از طریق تلکنفرانس باید تصمیم بگیرد که آیا آمریکا چنین حقی دارد یا نه. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام که در وین مستقر است میگوید در جهانی که هر روز عجیب تر می شود هر چیزی ممکن است. من نمیخوام وارد حدس و گمان بشوم. ما با شرایطی فوق‌العاده روبرو هستیم که در تاریخ شورای امنیت سابقه ندارد. ولی این حرفای امریکا مسخره است. امریکا که از توافق خارج شده است به هیچ وجه نمیتواند ادعا کند که هنوز یکی از شرکت کنندگان در این توافق است. تهدید دیگری که متوجه توافق هسته‌ای است عدم همکاری ایران با آژانس است که ایران را در مسیر برخورد و ضدیت با آن قرار داده. ماه گذشته مدیر کل آژانس از عدم همکاری ایران جداً ابراز نگرانی کرد. شورای حکام در قطعنامه‌ای از ایران خواست که فوراً و کاملاً با آژانس در دسترسی به 2 سایت همکاری کند. وزیران خارجه قدرت‌های اروپایی هم صبرشان با ایران به سر رسیده. مهمترین نگرانی آنها عدم پایبندی ایران به تعهداتش در برجام است. قدمی که ایران بعد از تحریم‌های آمریکا برداشت و برای نشان دادن ناخوشایندی‌اش از اروپایی‌ها. اروپایی‌هایی که طبق توافق هسته‌ای می‌بایست تجارت عادی و آزاد با ایران داشته باشند و به جای آن از بیم تحریم‌های آمریکا تجارت را متوقف کردند. اما علی‌رغم ناتوانی اروپا به ادامه تجارت آزاد با ایران، اروپایی‌ها خواستار برگشتن فوری ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای شدند. سه قدرت اروپایی حالا مکانیزم حل اختلاف برجام را فعال کردند که می‌تواند به شورای امنیت بکشد و برگشتن همه تحریم‌ها. Of course, the reduction of Iranian commitments under the JCPOA. البته ما از اقدام ایران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام خوشنود نیستیم و قدری نگرانیم، ولی این را هم بگویم که آمریکا ایران را مجبور کرده که چنین قدمی بردارد. در جلسه اخیر شورای امنیت که برای بررسی قطعنامه 2231 از طریق تلکنفرانس انجام شد، ایران با دلی پر شرکت کرد. The timetable for the removal of arms restrictions. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اینجا گفت جدول زمانی برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جزئی لاینفک از سازش سختی است که توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 را ممکن کرده و تغییر آن غیر قابل قبول است. مشروط به این بود که ایران اما امیدش به روسیه و چین است. توقع ما از 4 کشور دائم اینه در برابر این توطئه بیستند، به خاطر منافع جهان، به خاطر ثبات جهان، به خاطر منافعی که در توافق هسته‌ای اون منافع مد نظر منطقه و جهان بود، مخصوصا از 2 کشور دوستمون یعنی روسیه و چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند. اما آنچه که شاید بتواند برجام را از مرگ حتمی نجات بدهد نتیجه انتخابات آمریکا باشد که قرار است تقریباً 4 ماه دیگر برگزار شود.
اگر تا اون موقع برجام دوام بیاورد. If Democrats nominate me, I believe we can beat Donald Trump. دموکرات ها اگر پیروز بشوند میخواهند توافق هسته‌ای را حفظ کنند، تنش با ایران را کاهش بدن و مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کنند. اگرچه در شرایط فعلی کار برای آنها هم آسان نخواهد بود و آنها نیاز به زمان خواهند داشت. After inauguration day, which would be January 20th, 2021. بعد از روز شروع کار در 20 ژانویه 2021، دولت بایدن میتواند خیلی ساده اعلام کند که به توافق هسته‌ای برمیگردد. چون خروج دولت ترامپ از آن یک تصمیم حقوقی نبود و رئیس جمهوری از اختیارات سیاسیش برای این کار استفاده کرد. دولت بایدن میتواند با سرعت به آن برگردد، اما معلوم نیست با توجه به واکنش احتمالی و تند جمهوری خواهان و متحدان آمریکا در منطقه، اسرائیل و عربستان خیلی کار عاقلانه‌ای باشد. امروز یک روز تاریخی است. آن روز هنوز تاریخی است. اگرچه حالا ایران هم با تقاضای فعال شدن مکانیزم حل اختلاف توافق هسته‌ای به نوبه خود تهدید به خروج از برجام کرده. دوام این توافق حالا به موی بسته است. توافقی که خطر جنگ را برطرف کرد و نبودش آن را به ایران و منطقه برمیگرداند. کسرانجی بی بی سی. 5 سال پیش ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی رسید. دولت حسن روحانی این توافق را کلید حل مشکلات اقتصاد ایران می‌دانست. ولی در این 5 سالی که از برجام گذشته، چقدر وضع ایران و ایرانیان بهتر یا بدتر شده؟ بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به روند تغییرات 5 شاخص مهم اقتصادی در سالهای قبل و بعد از برجام. 5 سال از روزی که این مردان و زنان کنار هم ایستادن تا توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 رو اعلام کنن میگذره. بیایید با بررسی 5 شاخص ببینیم این توافق چه تأثیری روی اقتصاد ایران گذاشته. بذارید از حجم کل فعالیت‌های اقتصادی شروع کنیم. اگه به تولید ناخالص داخلی ایران در 4 سال قبل از برجام نگاه کنیم، می‌بینیم که اقتصاد ایران در رکود بوده و داشته کوچیک می‌شده. در 2 سال بعد برجام شاهد رشد سریع اقتصاد بودیم، ولی دوباره در 2 سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98، یعنی 4 سال بعد برجام، کمتر از سال 90 بوده. خبر بعد اینه که صندوق بین المللی پول پیش بینی میکنه اقتصاد ایران امسال 6% دیگه آب بره، که اگه این اتفاق بیفته عملا یعنی اقتصاد ایران از 1385 تا 1399 هیچ رشدی نکرده. ولی چه اتفاقی برای واردات و صادرات افتاده؟ آمارهای گمرک ایران نشون میده ایران در سالهای قبل برجام سالی حدود 50 میلیارد دلار واردات داشته و در 4 سال بعد برجام این واردات کمی کمتر شده. ولی اگه به صادرات نگاه کنیم میبینیم که در 4 سال بعد از برجام رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و حدود 10 میلیارد دلار در سال بیشتر از سالهای قبل برجام بوده. در نتیجه تراز تجارت خارجی ایران بهبود قابل توجهی داشته. بیایید نگاهی به وضع اشتغال هم در این سالها بندازیم. برای این کار به جای نرخ بیکاری که تعریفش تو ایران مایه جنجال و اختلافه، به تعداد شاغلان نگاه میکنیم. 4 سال قبل برجام حدود 25 میلیون نفر در ایران شاغل بودند. سال 94 که برجام به دست اومد این تعداد 1.5 میلیون نفر بالا رفته بود و در 4 سال بعدش هم 2.3 میلیون نفر دیگه به تعداد شاغلان اضافه شد. ولی در این مدت یک چیز تغییر چندانی نکرده. شمار رسمی بیکاران در ایران در سال 90 حدود 3 میلیون نفر بود. 8 سال بعد هم رسما هنوز حدود 3 میلیون نفر بیکار بودند. شاخص بعدی بیماری مزمن تورمه، ولی به جای نرخ تورم بیایید قیمت‌ها رو چک کنیم. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که اگه یه سبد متوسطی از کالاها و خدمات رو میتونستید در سال 1390 به قیمت 100 هزار تومان بخرید، 4 سال بعد قیمتش بیشتر از 2 برابر شده بود، 228 هزار تومان، و 4 سال بعد باز هم 2 برابر میشه، 504 هزار تومان. یعنی قیمتها در این 8 سال به طور متوسط 5 برابر شده. حالا اثر همه این فاکتورها روی سطح رفاه مردم چی بوده؟ یکی از راه‌های ارزیابی رفاه گزارش‌های درآمد و هزینه خانواره که میان توش میزان همه کالاها و خدماتی رو که یک خانوار مصرف می‌کنه، چه چیزایی که بابتش پول میدن، چه چیزایی که بابتش پول نمیدن، همه اینا رو اندازه می‌گیرن. ولی تورم مقایسه مستقیم اعداد سال‌های مختلف رو غیر ممکن می‌کنه.
بیایید فرض کنیم تو همه این سالها قیمت‌ها در سطح سال 98 بود. حالا میتونیم ببینیم که در 4 سال قبل برجام میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری حدود 10% افت کرده بود و در 4 سال بعدش هم حدود 8% دیگه پایین میاد. این یعنی وضع خانوارهای شهری به طور متوسط تو این 8 سال 18% بدتر شده. اوضاع خانوارهای روستایی از این هم بدتره. نه تنها کل درآمد و هزینه شون تقریبا نصف شهرنشیناست، بلکه در این 8 سال وضعشون 28% بدتر شده. با این حساب اینطور میشه جمع بندی کرد که در سالهای بعد برجام ایران شاهد افزایش صادرات و بالا رفتن شمار شاغلان بوده، تولید ناخالص داخلی به سرعت رشد و بعد سقوط کرده، مشکل تورم همچنان پابرجاست، شاید حتی بدتر هم شده باشه، و اوضاع اقتصادی خانوارها همچنان داره بدتر میشه. اینکه چقدر برجام، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، نحوه مدیریت اقتصادی دولت و فاکتورهای دیگه تو این داستان نقش داشتن، بحث داغیه برای سیاستمدارا. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.